سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی در وین پایتخت اتریش در جریان است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با ابراز خوشبینی به نتیجه مذاکرات هشدار داده زیاد خواهی های غرب میتواند مانع رسیدن به توافق جامع شود در همین حال محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران گفته با ناشیگری مذاکره کنندگان به عزت ما لطمه وارد می شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مذاکرات خود در وین با کاترین اشتون مقام هماهنگ کننده کشورهای گروه پنج به علاوه یک را مثبت ارزیابی کرد مذاکره آقای ظریف و خانم اشتون آغازگر آخرین دور گفتگوهای هسته ایران و قدرتهای جهانی است که از روز سهشنبه 27 آبان ماه در وین آغاز شد و تا سوم آذر پایان مهلت دستیابی به توافق جامعه هسته ای به طول می انجامد. خبرگزاری های ایران از جمله ایرنا و ایسنا اظهارات آقای ظریف در پایان نشست وی با خانم اشتون را باستاب دادند که ضمن مثبت خواندن گفتگو با وی تنها گفته است از این پس دیگر به ارادی سیاسی نیاز است تا به نتیجه برسیم عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده ایران هم تاکید کرده ایران پیشنهادها و ایده های زیادی را برای رسیدن به نتیجه ارائه کرده و اگر بخواهد رفع نگرانی شود این ایدهها کفایت می کند. در همین راستا فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا در پی دیدار با جان کری در لندن به خبرنگاران گفت به نظر او توافق با ایران امکان پذیر است اما ما توافق بد را نمی پذیریم او اضافه کرده این مذاکرات بسیار دشوارند و اگر بخواهیم به موفقیت برسیم باید ایران انعطاف بیشتری از خود نشان دهد همزمان با وزیر خارجه بریتانیا جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز از ایران خواست تا تمامی تلاش‌های ممکن را برای اثبات مسالمت و میز بودن برنامه هسته‌ای خود انجام دهد تا پایان مهلت تعیین شده تنها پنج روز مانده و مذاکراتی که در وین شروع شده آخرین دور مذاکرات است جان کری از این هفته به عنوان هفته بسیار سرنوشت ساز در مذاکرات اتمی با ایران سخن یاد کرده در همین حال یک مقام عالی رتبه دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته هرچند پیشرفت هایی در مذاکرات میان ایران و گروه پنج به علاوه یک به وجود آمده اما هنوز روشن نیست که بتوان به اختلاف ها فائق آمد یک دیپلمات ارشد غربی نیز به رویترز گفته است پیشرفت مذاکرات با ایران کند است و به رغم زمان اندک باقی مانده تا پایان مهلت تعیین شده مواضع طرفین مذاکرات فاصله زیادی با یکدیگر دارند در رویداد مرتبط دیگر محمد حسین صفار هرندی مشاور فرهنگی فرمانده سپاه مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط را بسیار تلخ دانسته و گفته امریکایی ها در مذاکرات حسی با تهران نامردی کردند آقای صفار هرندی افزوده مذاکره کنندگان ایران به خاطر نامردی آمریکا در مذاکرات مسقط با ناراحتی به تهران بازگشتند اما مذاکرات هنوز به پایان خط نرسیده است وی در عین حال مذاکرات آتی ایران با گروه پنج به علاوه یک در وین را چندان امیدوار کننده ندانسته و گفته در این دور مذاکرات نیز اتفاق مطلوبی رخ نخواهد داد. علایدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز نخستین فردی بود که در هفته گذشته به سراحت از تلخ بودن مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط سخن به میان آورد. حسن روحانی و علی لاریجانی رؤسای قوای مجریه و مقننه پس از بینتیجه ماندن این مذاکرات به شدت به آمریکا حمله کردند. بسیاری از محافظه‌کاران کاران تون رو پس از مذاکرات مسقط گفتند شکست مذاکرات ایران با گروه پنج به علاوه یک بر عهده آمریکا خواهد بود. بر اساس برخی گزارش ها آمریکا طرح هشت صفحه‌ای در مذاکرات مسقط ارائه کرده که با خشم مقام های جمهوری اسلامی مواجه شده است. محمد فرهادی از طرف حسن روحانی رئیس جمهوری به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی شد. این سومین گزینه رئیس جمهور برای تصدی این وزارتخانه در سه هفته گذشته است. روز گذشته فخردین احمدی دانشاشتیانی موفق به گرفتن رأی اعتماد از مجلس نشد. آقای فرهادی متخصص گوش و حلق و بینی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد است و در دولت‌های گذشته وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداشت بوده است. مجلس شورای اسلامی تا ده روز برای بررسی برنامه ها و سوابق وی فرصت دارد. طبق گفته مرداد بزرپاش عضو هیئت رئیسه مجلس جلسه رسیدگی به صلاحیت محمد فرهادی چهارشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. همزمان با رد سومین گزینه دولت روحانی برای وزارت علوم مهلت قانونی سه ماه برای سرپرستی این وزارتخانه نیز فردا 29 آبان ماه به پایان میرسد سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز گذشته گفته ادامه کار این وزارتخانه با سرپرست به حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی نیاز دارد از کدخدایی مشاور عالی شورای نگهبان نیز از امکان تمدید سرپرستی وزارت علوم با حکم رهبر ایران خبر داد و گفت در صورت درخواست رئیس جمهوری رهبر ایران به این موضوع ورود پیدا می کند. یکی از مدیران ارشد شهرداری تهران بازداشت شد. اتهام وی جاسوسی عنوان شده است. در روزهای گذشته نیز خبرهایی از بازداشت حجت الله بهروز قائم مقام معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در فضای مجازی منتشر شد. آقای بهروز هنگام عزیمت به یک سفر خارجی در فرودگاه امام خمینی تهران دستگیر شد. در سال 88 نیز انتشار خبری درباره درگیری حجت الله بهروز با محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جلسه هیئت مدیری شرکت کنترل ترافیک تهران حاشیه‌ای به دنبال داشت. بر اساس گزارش رسانه ها در این جلسه محمد رضا نقدی با اسلحه کمری خود به سوی آقای بهروز شلیک و او را از ناحیه پا مجروح می کند. اما آقای بهروز این خبر را تکذیب کرده است. این درگیری پس از سخنان آقای بهروز درباره ناتوانی شرکت کنترل ترافیک برای مقابله با ایجاد ترافیک بر اثر تجمعهای اعتراضی سال 88 رخ داده بود. احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران خواستار توضیح شهرداری تهران درباره بازداشت یکی از مدیران ارشد این سازمان شده است. شهرداری تهران یکی از سازمان‌هایی است که گفته می‌شود فساد گسترده‌ای در آن جریان دارد. مادر قنچه قوامی میگوید وکیل پرونده دخترش روز 26 آبان ماه استعفا کرده است و همچنین با اشاره به اطلاعیه دادستانی تهران اتهامات منتصب به قنچه قوامی از جمله ارتباط با رسانه های خارج از کشور را تکذیب کرده است سوسن مشتاقیان درباره استعفای محمود علیزادی تبوتبایی طب گفت ایشان در چند روز گذشته اظهارات کذبی کرده بود که ما تعجب شدیم و نمیدانستیم دلیل آن چیست مثلا گفته بود بازجویی ها به دلیل ماه رمضان و روزهداری دختر من طولانی شده است در صورتی که بازجویی اصلا ربطی به ماه رمضان ندارد آقای علیزاده تبا طب چندی پیش گفته بود فضاسازی های به پرونده قنچه قوامی آسیب زده است و خانم قوامی مرتکب تخلفاتی شده که دادسرا آن را جرم محسوب می کند. در همین حال دادستانی تهران روز گذشته ضمن رد ارتباط پرونده قنچه قوامی با مسئله ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه اتهامات جدیدی را به او نسبت داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنفرانسی خبری بعد از حمله به کنیسه یهودیان در بیت المقدس دستور تخریب خانه های حمله کنندگان را صادر کرد یک گروه تندروی فلسطینی مسئولیت حمله را پذیرفت به دنبال این حمله تروریستی تنش در اسرائیل شدت گرفته است. چهار اسرائیلی در حمله دو مهاجم فلسطینی که با ساتور و اسلحه دستی به یک کنیسه در بیت المقدس غربی حمله کردند، کشته شدند. در این حمله هشت نفر هم زخمی شدند. پلیس اسرائیل گفته است که دو مهاجم به این کنیسه را در غرب بیت المقدس کشته است. دو مهاجم فلسطینی از بیت المقدس شرقی بودند. سه نفر از کشته شدگان شهروندی آمریکا و اسرائیل را داشتند و یکی از آنها بریتانیایی اسرائیلی بود. گردانهای ابو علی مصطفی شاخه نظامی سازمان چپگرای جبهه مردمی برای آزادی فلسطین مسئولیت این حمله را پذیرفته است. بنیامین نتانیاهو در یک نشست خبری اعلام کرد اسرائیل با یک موج ترور روبروست که در بیت مقدس متمرکز است وی گفت کشورش پاسخی شدید به این حمله نشان خواهد داد نخست وزیر اسرائیل همچنین مهاجمان عرب به یک کنیسه که چهار یهودی را کشتند انسانهای حیوان صفت نامید وی حماس و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را مسئول تحریک خشونت ها دانست. خبرگزاری آسوشییتد پرس میگوید نخست وزیر اسرائیل دستور خراب کردن خانه دو فلسطینی را که در حمله امروز دست داشتند صادر کرده است. در همین حال سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل خواهان خیشتنداری دولت اسرائیل شده است. دولت اسرائیل گفته است که محدودیت های حمل سلاح برای شهروندان این کشور در هنگام دفاع از خود را کاهش خواهد داد. این اقدام دولت اسرائیل درباره افرادی خواهد بود که مجوز حمله سلاح در اختیار دارند. محمود عباس این حمله به کنیسه را محکوم کرده اما جنبش حماس و گروه جهاد اسلامی که اسرائیل آنها را به عنوان گروهی تروریستی معرفی کرده از حمله به کنیسه در غرب بیت مقدس ستایش کردند محمود عباس در بیانیه خود گفته است که زمان آن فرا رسیده که به اشغال پایان داده شود او خواهان پایان دادن به آنچه تحریکات اسرائیل در اماکن مقدس خواند شد همچنین در نقاطی از غزه شیرینی پخش کردند. هماس نیز گفته است که این حمله انتقام مرگ یوسف حسن الرامونی راننده فلسطینی اتوبوس بود که اخیرا جسد حلقاویز شده او در بیت المقدس پیدا شد. خانواده او احتمال خودکشی را رد کردند و همکارانش هم میگویند که او به قتل رسیده است. باراک اوباما رئیس جمهوری و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم این حمله را محکوم کردند. دولت ترکیه نیز این حمله را محکوم کرده است. روسیه از رهبران اسرائیل و فلسطینی خواسته تا تندروها را کنترل کنند. مروان برغوسی از نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین گفته است که اسرائیل مسبب این خونریزی هاست. آقای برقوسی گفته است که دولت اسرائیل با اقدامات خود موجب تحریک فلسطینیان شده است. او افزود که بیش از دو هزار فلسطینی امسال توسط ارتش اسرائیل و شهرک نشینان یهودی کشته شدند. در همین حال، عصر روز گذشته هم فلسطینی ها در چندین محل با سربازان اسرائیلی درگیر شدند. در شهر نابلس در شمال کرانه غربی درگیری میان معترضان فلسطینی و سربازان اسرائیلی روی داده و فلسطینی ها به سوی نیروهای اسرائیلی سنگ پرتاب کردند و در مقابل نیروهای اسرائیلی به سوی فلسطینیان گلوله های پلاستیکی شلیک کردند در نزدیکی شهر رام الله نیز نیروهای اسرائیلی به سوی معترضان فلسطینی گاز اشکاور شلیک کردند گزارش ها از بیت المقدس غربی هاکی از آن است که سه اسرائیلی با چاقوی کارگر فلسطینی را زخمی کردند. به دنبال افزایش تنش ها در بیت المقدس طی هفته های اخیر نیروهای اسرائیلی در این شهر به حال آماده باش در آمدند. در جریان این تنش ها شماری از فلسطینی ها و اسرائیلی ها کشته شدند. این تنش ها عمدتا بر سر حق عبادت در اماکن مقدس شهر و افزایش ساخت شهرک های یهودی در عراضی اشغالی فلسطینی بوده است. بانک توکیو میتسوبیشی با پرداخت 315 میلیون دلار جریمه به یک نهاد نظارت بر عملکرد بانکها در آمریکا موافقت کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داده این بانک ژاپنی به دلیل ارائه گزارش مخدوش درباره معامله با کشورهای مورد تحریم آمریکا به پرداخت این قرامت محکوم شده است. این نهاد نظارتی پیشتر اعلام کرده بود بانک ژاپنی اطلاعات درباره معاملات با بعضی کشورها از جمله ایران، سودان و میانمار در سالهای 2002 تا 2007 را پنهان نگاه داشته است. به گفته یک منبع مطلع در چارچوب توافق جدید، قرار است بانک توکیو میتسوبیشی بخش‌های مربوط به رعایت تحریم‌های آمریکا و کنترل پولشویی را به نیویورک منتقل کند. مؤسسه اقتصاد و صلح که مقر آن در سیدنی استرالیا فهرست عملیات تروریستی در سراسر جهان در سال 2013 را منتشر کرده است بر اساس این فهرست که حاصل پژوهش در 162 کشور است در سال گذشته میلادی حدود 10000 عملیات تروریستی صورت گرفته که این رقم نسبت به سال 2012 افزایشی 44 درصدی داشته است شماره قربانیان عملیات تروریستی نیز 61 درصد افزایش یافته و به هزار نفر رسیده است. مؤسسه صلح و اقتصاد در گزارش خود نوشته در سال 2013 در 60 کشور عملیات تروریستی صورت گرفته است. بر اساس فهرست این مؤسسه بیش از 80 درصد از عملیات تروریستی در سال گذشته میلادی در افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق و نیجریه رخ داده است. مسئولیت عملیات در این کشورها به عهده گروه های اسلامی تندرو و در صدر آنان القاعده، داعش، طالبان و بوکو حرام بود است. ملودی میرپوتین پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد تلاش آمریکا برای مطیع کردن روسیه ناکام مانده است. آقای پوتین گفته آمریکا روسیه را تحقیر نمی کند بلکه می خواهد این کشور را به تسلیم خود درآورد. رئیس جمهوری روسیه تحریم های اعمال شده علیه کشورش از سوی آمریکا و متحدانش را فرصتی برای توسعه اقتصاد روسیه خواند و گفت کشورهای تحریم کننده روسیه با مشکلاتی مواجه شده و بازارهای مواد غذایی و محصولات کشاورزی روسیه را از دست دادند و ما توانستیم تحریم ها را علیه آنان اعمال کنیم. اما یک نهاد اطلاعاتی غربی گزارش داده سپاه قدس از بانک های چین برای انتقال پول از بانک مرکزی ایران به شرکت هایی که با آن در ارتباط است استفاده می کند. سپاه قدس شاخه برونمرزی سپاه پاسداران ایران است که در لیست تحریم های آمریکا قرار دارد. خبرگزاری رویترز گزارشی بر اساس اطلاعات هفت صفحه‌ای و محرمانه یک نهاد اطلاعاتی غربی درباره انتقال پول از سوی سپاه قدس به بانک‌های کشور چین تنظیم کرده است در این گزارش نام این نهاد اطلاعاتی ذکر نشده است بر اساس این گزارش شنجن لانهاو یکی از مجموعه شرکت های سپاه قدس است که در چین قرار دارد و به واسطه یک بانک چینی از بانک مرکزی ایران پول دریافت می کند. از جمله شرکت های دیگر یکی هم شرکت بامداد است که یک شرکت سرمایه گذاری محسوب می شود. سپاه قدس از این طریق مبادلات مالی مورد نظر خود را با برخی نهادهای چین و دیگر کشورهای احتمالی پیش میبرد بانک مرکزی ایران برای سرعت بخشیدن به این کار حسابهایی در بانک کنلون از زیر مجموعه های شرکت ملی نفت چین باز کرده است. گزارش یاد شده تاکید کرده است که سپاه قدس با پول منتقل شده از طریق بانک کنلون نیازهای مالی خود را تأمین می کند و خریدهای مخفیانه مورد نظر خود را در چین و سایر کشورها انجام می دهد. کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا معتقد هستند که سپاه قدس در درگیری های داخلی سوریه به نیروهای بشار اسد کمک می کند. روش نقل و انتقال پول توسط این شاخه برونمردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق بانک های ثبت شده در چین و شرکت های غربی نشان دهنده شرایط دشوار ایران در پی تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه این کشور است. رویترز تاکید کرده که در گزارش نهاد اطلاعاتی غربی مشخص نشده است که آیا دولت چین از این نقل و انتقالات مالی آگاه است یا خیر تدوین کنندگان اطلاعات محرمانه یاد شده به نشانی محل درد شده بانک شنجن لان در شهر شنجن در جنوب چین رفتند اما چنین شرکتی را در آنجا نیافتند علاوه بر این مدیر مجموعه آپارتمان مستقر در محل مورد نظر نیز از وجود چنین شرکتی ابراز بی اطلاعی کرده است این ارتباطات مالی و پولی ناقض تحریم هایی است که آمریکا در سال 2012 علیه ایران وضع کرد و بر اساس آن هرگونه نقل و انتقال پولی و نیز معامله با شرکت های مرتبط با سپاه پاسداران ایران را ممنوع اعلام کرد. مشخص نیست چه مقدار پول از طریق بانک کنلون به سپاه قدس داده شده اما حجم پولی که در سال گذشته از بانک مرکزی ایران به این بانک انتقال داده شده صدها میلیون دلار است بعد از شروع تحریم های بانکی ایران در سال 2012 پکن بانک کنلون را به عنوان بانک اصلی چین برای پرداخت پول نفت به ایران و حفاظت از تحریم سایر بانک ها معرفی کرد بر اساس گزارش رسمی این بانک دارایی کنلون در پایان سال 2013 بالغ بر 40 میلیارد دلار بوده است. تحریم های وزارت خزانهداری آمریکا در سال 2012 دریافت پول نفت ایران را هدف قرار داد که شامل 22 میلیارد دلاری هم که بانک کنلون باید به ایران پرداخت می کرد می شد. ولی این محدودیت در نوامبر سال گذشته با توافقی میان ایران و چین و نیز امضای توافق هسته‌ای ژنو میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک کاهش پیدا کرد و ایران توانست به بخشی از این پول دسترسی پیدا کند. گروهی از وکلای دادگستری در اعتراض به حکم محرومیت سه نصرین نسرین ستوده از وکالت مقابل ساختمان کانون وکلا تجمع اعتراضی برگزار کردند این وکلا در حمایت از کمپین حق کار دگراندیشان در مقابل ساختمان کانون وکلا گرد هم آمدند روز 26 مهر ماه سال جاری شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا حکم محرومیت نسرین ستوده از وکالت را صادر کرد سه روز پس از آن خانم ستوده در اعتراض به این حکم و همچنین در اعتراض به آزار دگراندیشان و افزایش فشار بر کانون وکلا در مقابل ساختمان کانون وکلای مرکز در تهران دست به تحصان زد اما با گذشت چند ساعت نیروهای امنیتی این حرکت اعتراضی را به هم زدند این تحصان ها علا رقم فشار ها همچنان ادامه دارد علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه میگوید های حساس نظام باید در اختیار نیروهای خودی و انقلابی باشد آقای صعیدی به آنکه به نام فرد یا جریان خاصی اشاره کند گفته اینکه بگوییم همه خودی هستند و هر کسی میتواند در رأس وزارت قرار گیرد درست نیست و با اشاره به انحراف گروهی از خواص، خواستار برخورد با افرادی شده که با احکام خداوند برخوردی لیبرالیستی دارند نماینده ولی فقیه در سپاه همچنین انتقاد و حملات تندی متوجه خواست کرده و گفته آنها با عملکرد خود مقابل رهبر جمهوری اسلامی ایستادند. آقای سعیدی از جمله به نام محمد خاتمی اشاره و برای یکی از ساکتین فتنه 88 معرفی کرده که با موضع های خرد دل مردم را خالی کرد. هیئت رزمندگان اسلام در اقدامی کم سابقه با صدور بیانیه ای نسبت به افزایش دامنی برگزاری دههها و مناسبت های مذهبی در ایران هشدار داد. در اطلاعیه این هیئت که از بزرگترین هیات‌های های سیاسی در ایران به شمار می‌آید تأکید شده است برگزاری دهه های عزاداری متعدد موجب رویگردانی جامعه از بزرگداشت مناسبت های اصلی دین اسلام خواهد شد. هیئت رزمندگان اسلام از سایر هیئت های مذهبی مدهان و واعظان خواسته از ترویج برگزاری مراسم عمومی به مناسبت هایی که اصلی نبوده و مردم را از ازاداری خسته می کند پرهیز کنند. اطلاعیه این هیئت در ادامه جنجال ها بر سر انتقاد سریح حسن رحیم پور از قدی از تعداد برنامه های مذهبی صادر شده است. رحیم پور از قدی پیشتر به سراحت از گسترش برنامه های ازاداری در ایران انتقاد کرده و هشدار داده بود در صورت ادامه این وضعیت ازاداری ها در ایران به هاشی خواهد رفت. مصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید برنامه کاهش آلودگی هوا 5 تا 10 سال طول می کشد و گام های خوبی نیز در این زمینه برداشته شده به طوری که در یک سال گذشته در مقایسه با سالهای قبل کیفیت هوا بهتر شده اما هنوز این معزل حل نشده است به افزود کاهش آلودگی هوا یک برنامه بلند مدت است که از سال 79 شروع شده و در سال 84 تعطیل شد و مجددا از سال 92 شروع شده است در همین حال علی اکبر سیاری معاون بهداشتی وزارت بهداشت گفته است شایعات مطرح شده در مورد آلودگی آب تهران صحت ندارد و مردم می توانند با خیال راحت آب شرب تهران را مصرف کنند. به گفته فرمانده انتظامی خراسان رضوی چند نفر از افرادی که در یک پارک مشهد در رابطه با اسیدباشی های اخیر تظاهرات کرده بودند بازداشت شدند. بهمن امیری مقدم فرمانده انتظامی خراسان رضوی با تایید این خبر گفته نیروی انتظامی خط قرمز دارد و با کسانی که بخواهند ناهنجاری و سوء استفاده کنند برخورد می کند. فرمانده انتظامی خراسان رضوی تعداد دقیق بازداشت شدگان را اعلام نکرد در پی اسیدپاشی های اصفهان گرد همایی های اعتراضی در چند شهر ایران از جمله اصفهان، تهران و مشهد برگزار شد و معترضان خواهان برخورد جدی مسئولان حکومتی با این پدیده شدند در حالی که اعتراضات به ماجرای اسیدپاشی در اصفهان همچنان ادامه دارد مسئولان هنوز کسی را در این رابطه دستگیر نکردند اتاق بازرگانی ایران و آمریکا با ارسال نامه خطاب به اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران برای از سرگیری مراوده با آنها ابراز آمادگی کرده است. حمید رضا صالحی یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران گفته این نامه ها از طرف یک نهاد تازه تاسیس در آمریکا برای تمامی فعالین اقتصادی ارسال شده است. در یک ماه اخیر گزارش‌هایی از تشکیل اتاق بازرگانی ایران و آمریکا در رسانه‌ها منتشر شد که مقام‌های جمهوری اسلامی وجود چنین اتاقی را انکار کردند. اما بر پایه آمار جدید دیدبان حقوق بشر از ماه جوان تا کنون 1432 سوری خارج از میدانهای جنگ توسط گروه تروریستی داعش کشته شدند. سازمان های اطلاعاتی برای شناسایی عاملان قتل گروگان ها در سوریه در تلاش هستند. به گزارش رویترز، دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارش تازه‌ای با بیان اینکه داعش تا کنون 1432 سوری را خارج از میدان‌های جنگ توسط این گروه کشته گفته است، این قتل‌ها به ویژه شامل گردن زدن و سنگسار می‌شوند. دولت اسلامی که کنترل بخشهایی در عراق و سوریه را در دست دارد اغلب پیکر قربانیان این کشدارها را در برابر دیدگان مردم به نمایش می‌گذارد. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در حالی که توجه رسانه های جهان به قتل روزنامه و امدادگران خارجی توسط این گروه معطوف است بیشتر قربانیان این کشدارها را مردم محلی تشکیل می دهند. در میان آنها دو کودک و پنج زن نیز دیده می شوند. این آمار از روز 29 جوان روز اعلام خلافت اسلامی توسط داعش محاسبه شده است. کودکان به طور جداگانه در اطراف حلب کشته شدند. یکی از این کودکان متهم به گرفتن عکس از یک مقر دولت اسلامی بود و دیگری به اتهام توهین به محمد پیامبر مسلمانان کشته شد. داعش همچنین 483 تن از نیروهای ارتش حکومت سوریه و 63 عضو گروه های شورشی کرد که در سوریه می جنگند را به همین تاریخ کشته است. این گزارش می دولت اسلامی چهار تن از اعضای خود را نیز اعدام کرده است. در برخی از روستاها و شهرها دولت اسلامی دادگاه های اسلامی تشکیل داده و پیش از اعدام متهمان را در این دادگاه ها محاکمه می کند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز چند روز پیش اعلام کرد که از 16 سپتامبر تاریخ آغاز حمله داعش به کوبانی تا کنون 1153 نفر در این شهر کشته شدند. از این میان 712 نفر از پیکارجویان داعش، 398 نفر از مبارزان کرد، 27 نفر از غیر نظامیان کرد و 16 نفر از ارتش آزاد سوریه بودند. در همین حال مقامات اطلاعاتی غرب در تلاشند که پیکارجویان بابسته به گروه داعش را شناسایی کنند که در ویدیوی گردن زدن یک امداد رسان آمریکایی و هجده زندانی سوری دیده میشوند و در این اقدام نقش داشتند. وزارت کشور فرانسه گفته است که یکی از این پیکارجویان احتمالاً ماکسیم هوشارد 22 ساله است که دارای ملیت فرانسوی است. گزارش شده که فرد دیگر یک بریتانیایی به نام ناصر مصنا است اما پدر آقای مصنا گفته که در ویدیوی منتشر شده مشخص نیست که فرد نشان داده شده پسر او باشد در همین حال دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس گفت که کشورش به زودی قانون جدیدی برای مبارزه با تروریسم اعلام خواهد کرد دیوید کامرون با محکوم کردن شرارت گروه داعش اعلام کرد که از قتل خونسردانه این شهروند آمریکایی به همراه 18 زندانی نظامی سوری شوکه شده است. وی در ادامه اعلام کرد که این ویدیو بیانگر میزان آمادگی تروریست ها برای قتل وحشیانه یک انسان مهربان است. در ویدیویی که گروه داعش اخیرا منتشر کرده است، سحنه هایی از قتل چند زندانی سوری و عبدالرحمن کاسیک گروگان آمریکایی نشان داده می شود. شبه نظامیان داعش در این ویدیو میگویند که مقتولان آقای کاسیک و چند افسر و خلبان سوری هستند. آقای کاسیک پیش از به اسارت در آمدن در مرز سوریه و ترکیه مشغول به کار بود. حدود یک ماه پیش هم داعش ویدیوی سربریدن آلن هنینگ امدادگر بریتانیایی را منتشر کرد و در انتهای آن تهدید کرد که آقای کاسیک را هم خواهد کشت. با کشته شدن عبدالرحمن کسیک شمار شهروندان غربی که داعش سربریده است به پنج نفر رسید. تلاش های بینون مللی برای ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت کره شمالی به دادگاه کیفری بینون مللی وارد مرحله تازه ای شد و کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل خواستار اقدام شورای امنیت در این زمینه شد. به گزارش رویترز کمیته سوم سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای از شورای امنیت خواست تا وضعیت وخیم حقوق بشر در کره شمالی را در دستور کار خود قرار داده و علیه کسانی که در این کشور مسئول جنایت علیه بشریت هستند اقدام کند اقدام بعدی در این زمینه تصویب قطنامه کمیته یاد شده در مجمع عمومی سازمان ملل پیش از فرستادن آن به شورای امنیت است قطنامه کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل پس از آن صادر می شود که رئیس هیئت تحقیق سازمان ملل روز 26 اسفند در گزارشی به شورای حقوق بشر این سازمان اعلام کرد جنایات کره شمالی شبیه جنایات نازی ها و رژیم آپارتاید است و باید متوقف شود عبدالرحیم موسوی جانشین فرمانده کل ارتش با موفقیت و میز خواندن عملیات کلاسیک ارتش در جنگ هشت ساله گفته تفکری میخواهد حماسه های ارتش در سال اول جنگ را نادیده بگیرد به بی آنکه نامی از فرماندهان سپاه ببرد گفته است ارتش در جمع کردن آبرو برای دفاع مقدس نقش داشته و این چه منطقی است که این آبرو را دور بریزیم اظهارات این فرمانده ارتش حدود دو ماه پس از بازخوانی نقش ارتش و سپاه در سالهای نخست جنگ در صدا و سیما مطرح شده است. در مجموع برنامه هایی که تلویزیون جمهوری اسلامی به مناسبت سالگرد آغاز جنگ پخش کرد، گروهی از فرماندهان سپاه ناگفته هایی از سالهای نخست جنگ و نقش ارتش را مطرح کردند. اما آخرین خبر اینکه همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی ایران روند افزایش جمعیت سالمند ایران را نگران کننده توصیف کرد و گفت بر اساس پیشبینی سازمان ملل متحد جمعیت سالمند ایران تا سال 2050 میلادی به 30 میلیون نفر خواهد رسید. محمد اسحاقی معاون برنامه ریزی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با بیان اینکه ایران پایین ترین نرخ باربری را در میان کشورهای اسلامی دارد اعلام کرد. این شاخص در ایران زیر خط قرمز است. علی خامنه رهبر ایران طی سالهای اخیر همواره بر افزایش جمعیت ایران تاکید کرده است با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنونم که با ما همراه بودید شب و روز شما خوش <متصفح>